از ویژگی های دوران ظهور فراوانی نعمت هست همه چی گل و گلستان خواهد شد آیات تو روایات هم در این باره اشاره شده بفرمایید بله بسیار زیبا بسیار زیبا در آیات متعدد و مختلف قرآن کریم میخوانیم و جالب اینجایی که ظاهر آیه را اگر شما نگاه بکنید آیه 96 سوره اعراف الان من میخوانم ظاهر آیه درباره امام زمان صحبت نمیکنه ولی نه. قاعده کلی میده که او قاعده کلی درباره امام زمان تطبیق پیدا میکنه و مولای ما سرور ما که همه عاشقش هستیم و همه تمام وجود و را همه برای او میدیم آقا امام حسین علیه السلام این آیه را از آیات مهدوی عنوان کردن و استناد کردن به این آیه شریفه خب آیه اینه بسم الله الرحمن الرحیم ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض CRG اهل اباديها اهل شعرها يك نفرنا نه دو نفر نه ده اهل شعرها اهل شهرها شهري مردمش حمي. حمي امنوا واتقوا دو تا ویژگی را اجرا کنند یکی ایمان بیاورند باور به حقایق داشته باشند دوم چی؟ تقوا پیشه کنن توجه داشته باشن به چشمشان به زبانشان به گوششان به تمام رفتارهایی که دارن بابا خدا چیزی گفته خدا مطلبی فرموده خدا دستوری داده رعایت کنن لفتحنا علیهم برکات من السماء و نرز. لفتحنا اینه قطعا حتما میگوشاییم باز میکنیم برشان برکت از آسمان و زمین من نمیدونم چرا وقتی ما دوچار مشکل میشیم دچار کم میشیم دچار خشکسالی میشیم دوچار مسائب میشیم به قانون هایی که قرآن کریم به ما گفته توجه نمیکنیم میریم سراغ فرمول های مادی سراغ مسائل این بر, اون بر خود را میزنیم خداوند متعال به وضوح و به روشنی فرموده که بابا تقوا پیشه کنید ایمان داشته باشید ما برکات را بر شما چکار میکنیم میافزاییم حالا در دوران حضرت مهدی عجل الله تعالی فرج و شریف تقوا فراوان میشه ایمان فراوان میشه ایمان فراگیر میشود کل مردم عالم ایمان خواهند آورد کل مردم عالم با تقوا میشن مسلما در او جامعه نعمت هم فراوان میشه